در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که دوشنبه 28 اسفند در ژنو برگزار شد، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران و کمیته حقیقت‌یاب ویژه ایران به این شورا درباره نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی گزارش دادند. سلام و وقت بخیر، نیلوفر مولایی هستم همراه شما در این برنامه از دیدگاه. جاوید رحمان در گزارشش از افزایش 43% اعدام‌ها در سال 2023 و تداوم وضعیت نگران کننده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران خبر داد. او در طول دوره 6 ساله مأموریتش تا کنون 6 گزارش به شورای حقوق بشر ارائه داده و نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرده است. در گزارش کمیته حقیقت‌یاب نیز به جنبه‌های مختلف سرکوبگری جمهوری اسلامی اشاره و تاکید شد که این سرکوب‌ها می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. در دیدگاه با بردیا افشین خبرنگار ایران اینترنشنال همراه می‌شویم تا در جریان جزئیات بیشتری از این نشست قرار بگیریم. آقای افشین، در این نشست تا به الان چه ها گذشت و چه کسانی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت کردند؟ میشه گفت این روز برای فعالان حقوق بشر ایرانی که تلاش میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی ایران رو به عنوان ناقض فاحش حقوق بشر بشناسن، معرفی کنن و اون رو پاسخگو کنن، میتونه روز تاریخی محسوب بشه. ما در جلساتی پشت سر هم شاهد این بودیم که مکانیزم‌ها، سازوکارهای نهادهای حقوق بشری سازمان ملل متحد اینجا در شورای حقوق بشر نه فقط اشاره داشتن اون چیزی که جمهوری اسلامی رقم زده طی بیش از 14 نقض فاحش حقوق بشر بوده و بعد از کشته شدن جینا مهسا امینی طی جنبش زن زندگی آزادی شکل فزاینده به خودش گرفته، اونها تاکیدشون بر این بوده که این به مثابه جنایت علیه بشریت، به خصوص به شکلی تبعیض آمیز، به شکلی تبعیض آمیز شکل جنسیتی داره، زنان و دختران رو هدف قرار میده و به خصوص زنان و دخترانی از اقلیت‌های قومی، مذهبی، جنسیتی. و اونها تاکیدشون هم هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد متشکل از 3 کارشناس مستقل که اونها رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پایی سال پیش مشغول به سر کار گذاشته بود، هم اونها هم گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران سازمان ملل متحد جاوید رحمان تاکیدشون بر این بوده که این چرخه مسئولیت و معافیت جمهوری اسلامی از مجازات به خاطر رقم زدن این نقض فاحش حقوق بشر باید پایان بیابه و جامعه بین الملل سازوکارهاش رو داره. اونها مستنداتی رو ارائه کردن که تاکید کنن که این اتفاق افتاده، مقیاسش خیلی گسترده است و یادآوری کردن به جامعه بین الملل سازوکارش وجود داره و باید تلاش کنن این چرخه باطل، اینکه جمهوری اسلامی معاف باشه از هر محصول باشه از هر مجازاتی، به یک جایی شکسته بشه. و تاکید گزارشگر ویژه جاوید رحمان هم جالب توجه بود، چون می‌دونیم که هیئت حقیقت‌یاب تمرکزش بر آن چیزی است که پس از کشته شدن مهسا امینی جینا اتفاق افتاده در پی خیزش زن زندگی آزادی، اما تاکید جاوید رحمان در یک نشست تعاملی جداگونه این بود که جمهوری اسلامی به خاطر تمام اون چیزی که قبلا طی جنبش‌های دیگه هم رقم زده، همون نقض فاحش حقوق بشر، سرکوب‌های شدید، باید پاسخگو باشه، مسئول باشه و از مسئولیت و معافیت دیگه در امان نباشه. آیا با وجود درخواست‌های متعدد ممکنه شورای حقوق بشر با درخواست تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب موافقت نکنه؟ از چه حیثی ادامه یافتن این مأموریت مهمه آقای افشین؟ اون چیزی که هیئت حقیقت‌یاب ارائه داده، این گزارش 400 صفحه‌ای مستنداتی است که بسیار هولناکه، بسیار دردناکه. و وقتی که قرائت میکرد سارا حسین رئیس این هیئت 3 نفره، مطمئنن خیلی‌ها رو تحت تاثیر قرار میده، کسانی که شاید آگاه نباشند با مقیاس سرکوب جمهوری اسلامی. بنابراین میشه تصور کرد کسانی که یک نگاه بی‌تفاوت داشتن، اعضای این شورای حقوق بشر تو ترکیب بندیشون که ممکنه بی‌تفاوت باشن، خیلی پیگیر نبوده باشن کشورهای عضو این شورا، ممکنه اونها متقاعد بشن پس از دیدن این 400 صفحه مستندات که رأی مثبت بدن به تمدید فعالیت‌ها اختیار هیئت حقیقت‌یاب. و وقتی من خودم با اعضای هیئت حقیقت‌یاب صحبت می‌کردم، اونها هم میگن که به زمان احتیاج دارن برای اینکه مستندات خودشون رو بیشتر ثبت کنن، به مستندات بیشتری برسن و این مستندات
خب نهایتا میتونه کمک کنه برای پاسخگو کردن متخلفین، اون آمران و عاملان جنایاتی که در ایران رخ داده از سوی جمهوری اسلامی. بنابراین انتظار میره که 3 هفته دیگه در رأی گیری با توجه به این چیزی که ارائه شده دست کم 18 عضو از اعضای شورای حقوق بشر رأی مثبت بدن و تمدید بشه، که امر بسیار مهمی است، در امر عملگرایانه مهمی است برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال جنایات خودش و نقض فاحش حقوق بشر. آقای افشین، واکنش نماینده جمهوری اسلامی به گزارش کمیته حقیقت یاب چی بوده؟ واکنش تازه‌ای نبود، واکنش کاملا در واقع پیش بینی شده است. اونها همواره مشروعیت هیئت حقیقت یاب رو زیر سوال بردن، اون رو جعلی دونستن، همواره شورای حقوق بشر مکانیزماشو و بقیه نهادهای سازمان ملل متحد رو سیاسی خوندن و گفتن که فقط عقیده اونها کارشون اینه که یک جانبه نگر به جمهوری اسلامی فشار بیارن و خب متحدینش هم همین رو میگن. البته هستن بعضی از کشورهایی که در ترکیب شورا که خب حامیان جمهوری اسلامی نیستن، به صورت سنتی نگاهی با شکاکیت دارن به نهادهای بین المللی، مثلا بوندی. اما واکنش هم گزارشگر ویژه و هم هیئت حقیقت‌یاب جالب بود. مثلا گزارشگر ویژه آقای جاوید رحمان خواست از جمهوری اسلامی که دست از عقیده او این بیزاری تحقیرآمیز و این نکوهش ادامه دارش از نهادهای حقوق سازمان ملل متحد برداره و گفته که اگه میشه نقد مضمون کرد، گفته که اگه ریگی به کفش نداره جمهوری اسلامی، خب اجازه بده مثلا همین هیئت حقیقت یا پاشو بذاره به ایران، هم خودش پاشو بذاره به ایران. و دفاع کرده و گفته که تمام گزارشاش گزارش‌های مستقل و بسیار دقیق. و همین شما شاید این بودیم که هیئت حقیقت یاب هم از گزارش خودش دفاع کرده، گزارشی که با محدودیت‌های بسیار روبرو بوده، این که جمهوری اسلامی به هر حال همکاری نمی‌کرده و خب می‌دونیم شاهدان سخت بوده براشون که بیان پا جلو بذارن و می‌دونستن که خب می‌تونه تبعاتی داشته باشه، جمهوری اسلامی که از شاهدان در همکاری با این هیئت انتقام جویی کنه. ولی با این حال هیئت 3 نفره که یک هیئت مستقل کارشناسی است، یک هیئت خبره است، اونا از روش شناسی مستندسازی خودش از 27 هزار مستند خودشون دفاع کردن. و سارا حسین دختی که در شورای حقوق بشر صحبت میکرد به طعنه اشاره کرد که اون کشورهای دیگه هستن که استاندارد دوگانه دارن، معیار دوگانه دارن، که دم از صلح جهانی میزنن اما در داخل خودشون حقوق بشر رو نقض میکنن، که احتمالاً اشاره او به جمهوری اسلامیه. بنابراین اونها هم رد میکنن این تمام انتقادهای جمهوری اسلامی، که انتقادهایی که واقعا همواره کردن و فرافکنی که همواره شاهدش بودیم و خب شاید مطمئناً برای اکثریت جامعه بین الملل خریداری هم نداره. ایرادها و اشکالاتی که کشورهای طرفدار دیدگاه‌های جمهوری اسلامی به این گزارش‌ها وارد می‌کنن چه سمت و سویی دارن آقای افشین؟ دوباره تاکید کنم، به هر حال جمهوری اسلامی یک حامیانی داره مثل چین، مثل کوبا، ونزوئلا، سوریه و اینها تقریبا اونها یک خط رو میگن. این در واقع 2 تا نکته کلیدی دارن در این انتقاداتشون. یکی این که اول از همه تاکیدشون بر اینه که این مکانیزمیه که مثلا یک جانبه نگر غربی سیاست زده است، که جمهوری اسلامی هم همین رو تکرار میکنه، اونها هم تکرار میکنن. ضمن اینکه مثلا کشور چین هم انتقادش اینطوریه که حقوق بشر یک امریه که در واقع متاثر از فرهنگ کشورهاست. این انتقاد دومی رو همواره تو نهادهای حقوق بشری زیر سوال بردن، یعنی واقعا اونها میگن مثلا با هیئت حقیقت یاب اگه صحبت کنی، همونجوری که من سوال کردم ازش این رو پرسیدم، اونها میگن که چطور ممکنه مثلا نقض حقوق بشر، سرکوب گسترده، قتل فراقضایی، کور کردن، این به فرهنگ ربطی نداره، این حق طبیعی بشر رو نادیده گرفتنه و این اصلا بنابراین خیلی وارد نمیدونن ایرادی که مثلا کشور چین میگیره و این رو مسئله فرهنگی میخونه و اصلا به جا نمیدونن این انتقاد رو. وزنه که در مورد سیاست زدگی هم باید تاکید کرد که این هیئت یک هیئت مستقل، در ترکیبش کارشناسانی از بنگلادش، پاکستان و آرژانتین وجود دارن که کارشناسانی هم که نمایندگی میکنن این 4 گوشه جهان رو. و این انتقادات که رفته اونها به خوبی به صورت اقناعی تونستن جواب بدن. آقای افشین، آیا این نشست‌ها و سخنرانی‌ها نتایجی هم به دنبال داره؟ میشه گفتش که مطمئناً نتایج داره. لازمه که فقط یادآوری کنیم که واکنش که هیئت جمهوری اسلامی نشون میده که با وجود اینکه بی‌اعتنان، با وجود اینکه فرافکنی می‌کنن، با وجود اینکه تلاش می‌کنن برای مشروعیت زدایی از این هیئت، از مکانیزم‌های سازمان ملل متحد،
اما براشون بسیار مهمه. به هر حال اعتبار جمهوری اسلامی در میونه، اما اینکه چقدر براشون اهمیت داشته باشه براش کاری بکنن، خب این جای سوال داره. اما یک چیز بسیار کلیدی در حرفای هیئت حقیقت یاب وجود داشت که اونها به هر حال با قربانیان بسیاری صحبت کردن، قربانیانی که بسیاریشون همچنان هم تحت تاثیر اون چیزی که براشون رفته در یک سال گذشته قرار دادن، خیلیشون مصدومان، مجروحان، خانواده های کشته شدگان. اونها از اعضای هیئت پرسیدن که آیا واقعا دادخواهی به انجام خواهد رسید؟ آیا اون ولی در این سوالشون چیزی نهفته است که میدونن که در ایران نظام قضایی جمهوری اسلامی برای اونها مجرایی نیست که بتونن به دادخواهی برسن. چشم امیدشون به چنین چیزهایی، به این مکانیزم بین‌المللیه که خیلی ها اون رو یک قدم عملگرایانه برای پاسخگو کردن مسئول دونستن جمهوری اسلامی در قبال نقض فاحش حقوق بشر میتونن. و اینجا هم وقتی صحبت میکنیم همچنان خیلی تاکیدشون بر اینه که بله، هیئت حقیقت‌یاب با این مستندسازی میتونه عاملان جنایتی که اتفاق افتاده رو روزی در دادگاه‌های مختلف کشورهای مختلف و یا در عرصه دادگاه‌های بین‌المللی بخوان تلاش کنن که به شکل قضایی پاسخگو کنن. بنابراین تداوم کار چنین مکانیزمی میتونه این دورنما رو در پیش بگذاره که روزی در عرصه بین‌المللی جمهوری اسلامی مقاماتش که از سوی این نهادهای حقوق بشری ناقض فاحش حقوق بشر خونده میشن و هم زننده جنایت علیه بشریت به مجازات خودشون برسن. ممنون از همراهی شما. بردیا افشین، خبرنگار ایران اینترنشنال. من نیلوفر مولایی از طرف خودم و مهتاب ایران مهر تهیه کننده این برنامه از شما سپاسگزارم.